مشتق به روش زنجیری. میخوام ببینیم چگونه میشه مشتق بعضی از توابع رو زنجیروار به دست بیاریم. ببینید اگر نگاه کنید، اگر ایگرگ بر حسب یو باشه و یو یه تابعی بر حسب ایکس باشه، چگونه میتونیم مشتق ایگرگ رو نسبت به ایکس به دست بیاریم؟ رابطه رو کتاب برای ما پیشنهاد کرده، میگه دی ایگرگ به دی ایکس، یعنی مشتق ایگرگ نسبت به ایکس برابر است با دی ایگرگ به دی یو ضرب در، یعنی مشتق ایگرگ نسبت به یو ضرب در دی یو به دی ایکس مشتق یو نسبت به ایکس، که فرم بسترش هم به همین صورت هست. حالا فرض کنید x هم به زمان و به t مثلا وابسته شد، ادامه دادیم y بر حسب u، u بر حسب x و x هم تابعی بر حسب t باشه. چرا بهش میگن زنجیروار؟ چون وقتی مشتق y رو شما میخواید نسبت به t بگیرید، یه دونه زنجیر به تهش اضافه انگار میشه، یعنی همون dy به du که تو قبلی هم بود، du به dx که تو از قبلی بود، ولی dx به dt یعنی مشتق این نسبت به زمان جدید و مثلا یک دانه زنجیر به انتهاش اضافه شد. پس اگر بعدها چی رو بر حسب یک عبارت دیگه بنویسید، یه دونه زنجیر به تهش اضافه میشه، پس این عمل مشتقی رو زنجیروار میگن. بریم با هم مثال کنیم چگونه است. مثال اول ببینید، اگر y برابر باشه با رادیکال 2u منهای 1u و u باشه سینوس 2x منهای کوسینوس 2x، حاصل مشتق y نسبت به x در x مساوی با پی 4 کدام است؟ من قبل از اینکه مشتق اینو بگم، اولا کجا فهم زنجیریه؟ ببین y وابسته به u، u وابسته به x. یه نکته رو میخوام یادآوری بکنم. یادآوریم چیه؟ ببینید سینوس 2x رو مشتق بگیریم، معنی نمیشه دو تا کوسینوس x سینوس x. خب یو بزنیم سینوس 2x، حفظش کنید. کوسینوس 2x رو چی بگیریم مشتقش؟ منفی سینوس 2x کمانش 2x بشه. کارو گسترش میدیم، حتی برای یو داریم. سینوس به توان 2u مشتقش چی میشه؟ یو پریم سینوس 2u. کوسینوس به توان 2u چی مشتقش؟ منهای یو پریم سینوس 2u میشه. اینو داشته باشین، جای دیگه ازش استفاده میکنم، تو قواعد مختلف شو باز از این قانون استفاده کنین، سرعتتون بالا میره. بریم حالا مثال خودمون رو حل کنیم چگونه هستش. این ایگرگ اون بود و اینم یو بود. میام میگم ما چی میخوایم؟ دی ایگرگ به دی ایکس رو میخوایم. خب ایگرگ بر حسب ایکس مستقیما نیست، پس اول دی ایگرگ به دی یو رو میگیرم، بعد دی یو به دی ایکس رو در هم ضرب میکنم. دی ایگرگ به دی یو یعنی مشتق بگیر از ایگرگ نسبت به یو، مشتق از رادیکال دو به دو برابر رادیکال مشتق یک یوم منفی یک یو دو، بعد مشتق یو رو نسبت بعد به ایکس بگیرم. ببین مشتق اینو میگیرم، مشتق سینوس دو ایکس رو از اون یادآوری که توی اسلاید قبل بود کمک بگیرید. سینوس دو ایکس مشتق چیه؟ سینوس دو ایکس دو برابر کمانش. مشتق حرف لاتین سی شروع میشه، مشتق کوسینوس منفی داره، منفی در منفی مثبت، مشتق 2x 2 در سینوس 2x، انگار 3 تا سینوس 2x. حالا شما فقط x مساوی پی 4 رو داری، یو رو نداری که جاش عدد بذاری، میای حسابش میکنی، مگه x مون پی 4 نیست؟ میذارم داخل یو، سینوس 2 پی 4 من آی کوسینوس 2 تا پی 4 یعنی پی 2، این رادیکال 2 دوم به توان 2 1 دوم، کوسینوس پی دوم 0، پس 1 دوم منهای 0 برابر با 1 دوم. حالا جایگزین کنم تو این عبارت، 2 با 2 میره، به جای یوش میذارم 1 دوم، قرار میدم 2 ضرب در 1 دوم، اینجا یو 2 یعنی 1 چهارم، این منفی در منفی مثبت شده و سینوس پی دوم 1، سینوس پی دوم 1، 1 ضرب در 2، پس جواب چی میشه؟ 5 ضرب در 3 برابر است با 15 مقدارش به دست اومد. پس ببینید تابع هایی که عبارت ایگرگ به یو داشته باشه و یو به ایکس داشته باشه، از مشتق به روش زنجیری سریع‌تر و راحت‌تر میتونیم به دست بیاریم. حالا یه مثال دیگه میزنم با سه تا متغیر. مثال نگاه کنید، اگر ایگرگ مساوی با یو 3 به اضافه یو به اضافه 1 و یو مساوی با تانژنت پی 4 ایکس و ایکس مساوی با رادیکال 2 تی به اضافه 1 باشد، مشتق ایگرگ نسبت به تی در تی مساوی صفر کدام است؟ باز دوباره تو این مسئله ایگرگ هم به یو، یو به ایکس و ایکس به تی وابسته است، ولی من از من مشتق ایگرگ رو نسبت به تی میخواد تو نقطه تی مساوی با صفر. چه کار بکنم؟ میام دوباره این ستا رابطه رو براتون مینویسم، رابطه مشتق آمد بنویسم، دی ایگرگ به تی دی تی یعنی دی ایگرگ به دی یو در دی یو در به دی ایکس ضرب در دی ایکس به دی تی. ابتدا مشتق ایگرگ رو میگیرم نسبت به یو، میشه چی؟ 3 یو 2 به اضافه 1. حالا دی یو به دی ایکس رو باید مشتق بگیرم، مشتق نسبت به ایکس، مشتق تانژانت یو،
یو پریم 1 به اضافه تانژان 2 یو مشترک پی 4 ام ایکس پی 4 در 1 به اضافه تانژان 2 پی 4 ام ایکس. گام بعدی مشتق ایکس رو نسبت به تی میگیرم، مشتق زی رادیکال به دو برابر رادیکال. حالا شما میگید فقط تی مساوی با صفر رو دارم، پس به جای ایکس چه عددی بذارم، به جای یو چه عددی بذارم؟ خب تی مساوی با صفر رو تو این پایینی قرار بدید. ایکس به دست میاد صفر به اضافه یک، یک ایکس که به دست آورده یک بذار تو رابطه بالاییمون و یو رو هم به دست بیار، تانژانت پی 4 ضرب در یک پی 4، تانژانت پی 4 چنده؟ اینم یک. حالا این یک کار یعنی یو رو یک، ایکس رو یک و تی رو صفر رو جایگزین میکنیم، پس عبارت اون چی میشه؟ سه به اضافه یک تانژانت پی 4 یک به اضافه یک دو ضرب در پی 4 و به جای صفر بذارم دو با دو میره میشه یک یکم، مقدار حساب میکنم میشه دو پی. یعنی مقدار اون رو خیلی راحت تونستم محاسبه بکنم. ببینید طراحان یعنی یا نویسنده‌های کتاب درسی علاقه من بودن دانش آموز برای حل مسائل پیچیده مشتق بره از قانون مشتق زنجیری کمک بگیره. خیلی از بچه ها و دانش آموزان این کارو نمی کنن، ولی اگه این کارو بکنیم بد نیست، کمکتون میکنیم. یه مثال نمونه براتون میذارم. مثال مشتق تابع ایگرک مساوی با ریشه سوم سینوس پرانتز دو رادیکال ایکس به اضافه یک در پی دوم در ایکس مساوی با یک کدام است؟ ببین تو این سوال اگر دقت کنید بیشتر دانش آموزا سعی میکنن در واقع بر اساس این ایده برن که آقا مشتق زیر رادیکال رو بگیریم سه برابر رادیکال جایگزین کنیم، بعد مشتق خود سینوس رو بگیریم. خب یه خورده وقت میبره. توصیه ما به شما اینه که بیان از قواعد زنجیری کمک بگیرید. منظورم چیه؟ ببین وقتی شما این رو میگیرید این تیکه رو یو فرض کنید، درست شد؟ حالا شد رادیکال یو فرجه سه. گام بعدی بیان کمان مقابل سینوس رو ایکس مثلا فرض کنید میشه سینوس ایکس. گام بعدی خود کمان رو یه ایکس به نام اینو تی میگیری میشه دو رادیکال تی به اضافه یک. حالا مزیت این کار چیه؟ من خیلی راحت مشتق این عبارت ها میتونم تعیین کنم. چه جوری؟ نگاه کنید، من همه اونایی که به دست آوردم اینجا براتون نوشتم. مشتق دی ایگرک به دی تی رو چجوری میتونم حساب کنم؟ میگم دی ایگرک به دی یو در دی یو به دی ایکس در دی ایکس به دی تی. مشتق ایگرگ رو نسبت به یو میگیرم، مشتق اینو میگیرم یک بر روی سه تا رادیکال یو دو فرجه سه. مشتق سینوس ایکس نسبت به ایکس کوسینوس ایکس. مشتق دو رادیکال تی به اضافه یک پی دوم بر حسب تی دو در یک بر روی دو رادیکال پی تی مشتق یک صفر در پی دوم. حالا اونجا به شما گفت در ایکس مساوی با منهای یک، اگه یادتون باشه ایکس یعنی این نقطه منهای یک، یعنی به عبارتی برای کار ما تیمون یعنی اینکه منهای تیمون یک عضو میخوام در نقطه x مساوی با یک گفته بود، یعنی این نقطه. پس اینجا x تیمون یکه، دو به اضافه یک سه، پس xمون سه پی دومه. سه پی دوم داخل این قرار میدم، سیر سه پی دوم منهای یکه. حالا جایگزین میکنم یک بر روی این منهای یک هم که تو این رادیکال قرار بدم، این میدونی که ایگرگ اونم منهای یک در میاد، ولی جای یو قرار میدم. اگه منهای یک نیست منهای یک به توان دو، به جای ایکس سپی دوم کسیده سپی دوم و به جای تی یک رو قرار میدیم. اگر این جایگزینی رو نگاه کنید تو این حالت یک یکم میشه دو با دو میره پی دوم کسیده سپی دوم و این به جای اینم منهایی رو قرار دادم. چون کسیده سپی دوم صفره کل حاصل ضربمون رو صفر میکنه، پس مشتق در اون نقطه برابر با صفر. پس خوبه که از روش زنجیری در مسائل پیچیده استفاده بکنید.